مخصوصا در زمان ما، مخصوصا در این قرن اخیر، میتونیم بگیم بیش از 90% تشریفاتی که در این قرن اخیر نقل شده است و دارد منتشر میشود از افرادی است که اعتقادات غلطی داشتن، اصلا اعتقادات صحیحی نداشتن. اینا فرمودید که حالا عرض کردیم با چه روحیات و اعتقاداتی بودن، از تصوف و عرفانهای باطل و غیره. وظیفه شما اینه که هر کس اومد ادعای مشاهده رو کرد تکذیبش کنید. نه فقط نیابت، این حرف اصلی ما امشب اینه، نه فقط نیابت، ادعای مشاهده. هر کس ادعای مشاهده کرد با اون شرطی که در مشاهده گفتیم، اون کذاب و مفتر است، باید ما تکذیبش بکنیم، مأموریم به تکذیب کردن. و این خیلی از آفتها رو، باب خیلی از آفتها و مصیبتها رو روی ما میبنده. ما اولا قبل از اینکه وارد متن توقیع و مدلول توقیع بشویم، باید ببینیم که این ادعا درسته یا نه، که مضمون این توقیع سماری مضمونش متفرده و خبر واحد از حیث مضمون و دلالت. ما میگیم نه، اینجور نیست. اگر ما دقت بکنیم در روایات اهل بیت، میبینیم که به وضوح این توقیع که خب از خود امام عصره، نه فقط از خود امام عصر، از ائمه‌ای که قبل از امام عصر بودن همین مضمون رسیده است به ما. که چی؟ که در دوران غیبت کسی ملاقات و مشاهده و رؤیت با امام زمان علیه السلام نداره. ما بیشتر 30 روایت به این مضمون داریم، 30 روایت. متن توقیع 4 مطلب رو و 4 مرحله داره. مرحله اول چیه؟ مرحله اول این است که توقیع بیان میکند که اتمام و ختم نیابت شده است، نیابت تمام شده است. این مرحله اوله. یعنی حضرت میفرمایند که ولا توس الى احدن، دیگه به کسی وصیت نکن. یعنی چی ولا توس الى احدن؟ یعنی نیابت تمام شده است، به عنوان نیابت دیگه به کسی وصیت نکن. خب پس این مرحله چیه؟ اثبات میکند پایان نیابت رو. مرحله دوم چیه؟ بیان اتمام غیبت غیر تامه. یعنی چی؟ حضرت میفرمایند که غیبت تامه آغاز شد، غیبت غیر تامه هم تمام شد. غیر تامه یعنی چی؟ غیبت صغرا. تامه یعنی غیبت کبرا. خب یعنی چی؟ یعنی دوره غیبت غیر تامه تمام شد. فرقش چی بود با غیبت تامه؟ فرقش این بود که اینجا میفرماید در غیبت تامه مشاهده دیگه نیست، اما در غیبت غیر تامه مشاهده بود. پس این مشاهده غیر از نیابته. این نکته مهمه. بعضی ها خیلی از حالا حتی بزرگوارانی که خواستن درباره این توقیع بنویسن، یه اشکالی که مرتکب شدن این است که تصور کردن که این توقیع داره صرفاً و فقط و فقط نفی میکند نیابت رو. نه، اینجور نیست، بالاتر از نیابت داره نفی میکنه. اگر فقط خود نیابت بود، فقط نفی نیابت بود، خب با همون جمله اول مشخص شد. حضرت فرمودن که ولا توسع الى احد، نیابتم تموم شد، معلوم شد دیگه، نیابت باب نیابت بسته شد دیگه. این که تکرار کردن که الا من ادعی المشاهده سیأتی شیعتی من یدعی المشاهده، این برای چیه؟ نسجی بالله، حرف حضرت عوض میشه. این حرف فرمودید. پس این مشاهده رو بعضی گفتن منظور از مشاهده نیابته. یعنی اگر کسی ادعای نیابت کرد باید تکذیبش کنید، نه هر کسی که ادعای مشاهده کرد. ما میگیم نه، نیابت یه حرفه، مشاهده یه حرفه. در مرحله اول حضرت نیابت رو نفی کردن. با چه عبارتی؟ با اینکه وصیت تو نداری، نیابت تمام شد، وصایت تمام شد، وکالت، دستگاه وکالت تمام شد. حالا نیابتی که میگیم، قبلا هم عرض کردیم نیابت و وکالت دو تا اصطلاحه. اون چیزی که درست تر است بحث اصطلاح وکالته، وکالت از صحیح، اما خب معروف به نیابت هم شده. خب این وکالت یا نیابت تمام شد، وصیت نکن. اما یه حرف جدیدی هم حضرت دارن میزنن، میگن یه ویژگی دارد بالاتر از اون بحث نیابت، این دوران غیبت تامه. ویژگیش چیه؟ کسی مشاهده نمیکنه حضرت رو. پس نکته اول نیابت تمام شد، نکته دوم دوران غیبت غیر تامه تموم شد، دوران غیبت تامه است. نکته سوم مشاهده‌ای وجود ندارد. نکته چهارم هم خبر غیبی درباره مدعیان مشاهده. یعنی چی؟ حضرت دارن از غیب خبر میدن، میفرمایند سیأتی شیعتی من یدعی المشاهده. بدون از همین الان که تو از دنیا بروی، به زودی زود چیه؟ شروع میشه ادعاهای مشاهده. لذا این نکته رو خیلی باید بهش دقت داشته باشیم که توقیع صرفا در صدد نفی نیابت نیست، بلکه خیلی بالاتر از نیابت رو داره نفی میکنه. چی رو داره نفی میکنه؟ مشاهده رو.